امروز جلسه 44مونه راجع به فلسطین. هنوز روی تز دکترای شیخ سابق ازهریم که راجع به آزادی فلسطین چه پیشنهاداتی داره. کسی در این قضایای حساس حق اظهار نظر داره، حق اجتهاد داره، حق راهنمایی داره که تخصص داشته باشه. من تکلم بغیر فنه فقد اتی بالعجایب. هر کسی در امری که تخصص نداره حرف بزنه، چیزا شگفت میگه، چیزای عجیب و غریب میگه، همچون که اهل علم میگویند. امروز هر مولایی در هر موردی سخن بگه، امروز که نه، متاسفانه مرض قدیمیه. مثل مولای قریه که در هر موردی حرف بزنه، این دین دنیای مردم رو خراب میکنه. اما فاسألوا اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون، در هر موردی به متخصصان اون مورد باید مراجعه کرد. این نکته خیلی مهمه. ایشون میگه که برای آزادی فلسطین همچنان که بسیاری از کشورها تونستند از زیر مستقیم استعمار آزاد بشن، از فلسطین در فلسطین میشه همین کار رو کرد. لیکن این نبرد، این جنگ آزادی باید بر اساس دینی باشه، بر اساس نعره‌های قومی و ملی نباشه، یا تنها بر این نباید اکتفا کرد. بلکه فلسطین یک سرزمین اسلامی است. و سرزمین اسلامی است یعنی چی؟ یعنی ملک همه مسلمانانه، از اندونزی گرفته تا تنجه، از واشنگتن گرفته تا جنوب افریقا. همه مسلمانان در این موضوع، در ملکیت فلسطین شریکند، همچون که در ملکیت خانه مشرفه کعبه شریکند. لیکن در دست اونهاست، در دست اهل فلسطینی، در دست اهل حجازه، لیکن مال همه مسلمانانه. این نقطه خیلی مهمه. همچنان که واجبه بر همهشون که از اینجا دفاع بکنن، بر هر مسلمی، بر هر مسلمانی روی زمین واجبه که از سرزمین فلسطین دفاع بکنه، از سرزمین حرمین دفاع بکنه اگه مشکلی اومد، خدا نکرده. نه اینکه از جیب خلیفه ببخشید بفرمایید نصفش مال شما نصفش مال ما. خودتون در یه مسجد حاضر نیستی کس دیگه بهتون نماز بخونه، در یه شهر کس دیگه بیاد خارتون میگم زنبورا میگذتون، اون موقع فلسطین از جیب دیگران ببخشید. این کار خوبی نیست، این کار ناشیانه است. و ایشون میگه که یهودیان موضوع دینی رو خوب ازش استفاده کردن برای اثبات باطلشون در فلسطین. چنان بر موضوع دینی تکیه کردند که دولت‌های غربی به خصوص انگلستان رو قانع کردند که فلسطین سرزمین میعاد اوناست. خب، و این سرزمین به نص تورات سرزمین اونهاست. در چنین وقتی مسلمانان، البته ایشون در زمان خودش داره حرف میزنه، یعنی این فتوا در سال 1968، یعنی ایشون از گذشته داره حرف میزنه. اعراب و مسلمانان این نقطه مهم دینی رو از حسابشون پاک کردن. اعراب 4 تا جنگ کردن، 4 تا جنگ، در یکیشون که پرچم دین بلند شد پیروز شدن، در بقیه نه. ولذا جنگ فلسطین به با شعارهای قومی و ملی برافراشتن و حتی بعضیشون نواحی دینی رو مسخره کردن. سرانجامشون چه شد؟ شکست. الان گروهی از مسلمانان پرچم دین رو بلند کردن. ببینی که اسرائیل به بزرگترین بحران خودش در تاریخ خودش مواجهه. ایشون میگه اگرچه ما تأثیر ملت و قومیت رو در پیروزی کم نمیدونیم، لیکن اون چی که به شدت از انکارش میکنیم اینه که همه اعتماد بر شعارهای ملی گرایی باشه، بر شعارهای وطن گرایی باشه، بدون اینکه از نواحی روحی، اخلاقی، معنوی هیچ حسابی باز کنیم. این شامل فلسطین، شامل کشمیر میشه، شامل سوریه میشه، شامل همه مناطقی که ظلمی در اونجا وجود داره میشه. کسانی که در پرورش دینی، در ناحیه دینی، در فکر دینی و اخلاقی اهمیت نمیدن، سرانجامشون این میشه که سرانجام سازمان آزادی بخش فلسطین شده که شده یه ابزاری بر علیه خود فلسطینیا. الان کوریزاده، مورکرزاده ها براشون روزه میخونن، جا خودش داره. کند همجنس با همجنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز و باز. و وقتی که شما نواحی دینی، معنوی، اخلاقی رو کنار بذارید، بزرگترین قدرت های جهان پشتون باشه، پیروز نمیشید. برزد بسیار از میثاق‌های سازمان ملل هم به این نقطه دینی و معنوی اهمیت گذاشته، اهمیت داده. برزد ایشون میگه که ما همیشه باید نیروهای روحی و معنوی رو تقویت کنیم تا اینکه ملت‌ها با معنویاتشون پیشرفت کنن، بخصوص آن معنویاتی که از دین آسمانی گرفته شده، جزء فرهنگ و تمدن خودشونه، برای که ناحیه دینی معجزه ها ایجاد میکنه و به ملت ها نیرو میده، میتونه بهشون صبر میده، بهشون شجاعت میده. اگرچه نیروهای مادی ضروریه و لازمه، لیکن نیروهای معنوی من باب اولاست. برای که نیروهای مادی اسرائیل نیروی مادی داره، سربازانش پوشک میپوشن. شما هیچ ششمین یا هفتمین کشور دنیا اندر ارتش، سربازانش پوشاک کهنه بچه ها میپوشن. ورزایشون میگه که واجبه بر اعراب و بر مسلمانان که اگر بخوان فلسطین رو دوباره آزاد کنن، به تعلیمات دینی خود، به آموزش های دینی خود باز کردن. اولا این آموزش ها رو خود پیاده کنن بر نفسشون، و هرچه رذائله، هرچه پستی هاست، هرچه نابکاری هاست در میان خودشون رو پاک کنن، زندگیشون را، رفتارشون را، معاملاتشون را، تعاملشون را بر وفق دین خودشون قرار بدن. اون موقع خودشون را در مقابل دشمن آماده کنن. استادمون شیخ راتب نابلسی چه جمله جالبی داره، میگه کسی که بر خودش مسلط نباشه حتی یه مورچه رو نمیتونه تغییر بده. دکتر طنطاوی میگه که اگر اعراب و مسلمانان چون این کاری بکنن، یعنی خودشون را، خانواده خودشون را، کشور خودشون را، رفتار و اخلاق خودشون را بر اساس دینشون قرار بدن، اون وقتی خداوند بهشون پیروزی میده. اینجاست که دولت های استعماری امروز بخصوص به رهبری امریکا هر گونه رفتار دینی رو تروریست مینامند، بخصوص اگر در میان اهل سنت باشه. بعد نسبت با بقیه کاری ندارن، بقیه بازی مشگربه میکنن، برای که اونا به خوبی میدونند که اهل سنت یعنی سواد اعظم مسلمانان حاملان راستین این دین بودند و هستند و خواهند بود. اما بقیه پراغو خودشون ایجاد کردن، هر موقع دلشون خواست باشون بازی میکنن. و ایشون دکتر طنطاوی میگه به چه دلیل که اگر مسلمانان به دین خود عمل کنند خداوند پیروزشون میکنه. این آیاتی رو استشهاد میکنه، ان تنصروا الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. اگر خدا را نصرت کنی یعنی چی؟ یعنی دین خدا را نصرت کنی. خدا که نیازی به نصرت نداره، برنامه رو که خدا بر شما داده پیاده کنی، این نصرت دین خداست. نصرت مساجد در چیه؟ نیک بری درش نماز بخونید. نصرت معاملات در چیه؟ اینه که بر اساس شرع باشه و هاکذا. اگر خدا را نصرت کردید خدا نصرتتون میکنه، یاریتون میکنه، اون موقع و یثبت اقدامکم، قدم هاتون رو ثابت نگه میداره. یا در آیه دیگه میفرماد لینصرن الله من ینصره، خداوند به شدت با تأکید و نون تأکید ذکر میکنه، خداوند کسانی را که او را کمک کنن کمکشون خواهد کرد و خداوند قدرتمند و شکست ناپذیره. در آیه دیگه میفرماد که و انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاة الدنیا و یوم یقوم الاشهاد، ما پیامبرانشون را و کسانی که ایمان آوردند، یعنی هر کسی که به رسولان ما ایمان آورد، اون ایمانی که مبناش عمل باشه، کسانی که چنین کردن انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاة الدنیا، کسانی ما رسولانمون را و کسانی که ایمان آوردن در زندگی دنیا پیروز میکنی و روزی که در روز قیامت که همه حاضر میشن. ولذا ایشون از وصایای رسول خدا صلی الله علیه و سلم استشهاد میکنه که انشاءالله اینو در جلسه بعد ادامه خواهم داد. و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.